خانم و آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. با خوشبختی زیاد عمیانان گرامی آگاهی پیدا کردیم همه در خبرها که خانم نسرین ستوده امروز، یعنی دیروز، به اعتصاب قضای 45 روزه خودش خاتمه داد. 45 روز، عمیانان گرامی، این زن ضعیف و جسته ولی پولادین به خاطر اعتراض به حکومت روزخانها و اراذل اوباش، به دلیل ناراحتی هایی که نه برای خودش، برای خانوادهش ایجاد کرده بودند، دست به اعتصاب قضا زد. 45 روز. آقای رضا خندان، شوهر خانم نسرین ستوده، اعلام کرد که در دو روز آخری که منجر شد به شکستن اعتصاب قضای خانم ستوده، بدن او حتی مایعات را هم نمیپذیرفت. بیناییش به شدت آسیب دیده بود، تعادلش به هم خورده بود، شدیداً لاغر شده بود و انواع اقسام ناراحتی ها برای او به وجود آمده بود. نسرین ستوده اعتراض کرده بود به اینکه چرا دختر 12 ساله او مهراوه رو ممنوع الخروج کردن. عمیانان گرامی، در حکومت اراذل اوباش که هر مدعی بیسواد، هر قاچاقچی و هر جانی و قاتل مسافرت میکنه به خارج با خرج مردم ایران، دختر 13 ساله خانوم ستوده رو و شوهرش رو ممنوع الخروج کرده بودن برای تحت فشار قرار دادن خانوم نسرین ستوده. حکومت آقا امام زمان، عمیانان گرامی، حکومت عدل اسلامی. بچه ها رو نگاه کنید، تو رو به خدا بچه های خانوم ستوده رو ببینید، برای اینا مشکل، نگاه کنید، برای اینا مشکل درست کردن، ممنوع خروجشون کردن. میتونید باور کنید؟ میتونید باور کنید که خانم ستوده رو در زندان نگه داشتن و این بچه های معصوم وقتی که روزهایی رو برای ملاقاتش تعیین میکنن که این بچه ها نتونن بیان مادرشون رو ببینن؟ این اراذل و اوباش فعلا حاکم، عمیانان گرامی، که ادعای دین هم دارن و مرتب آقا امام زمان رو خواب میبینن، آقا امام زمان لیست وکلاشون رو امضا میکنه، لیست وزراشون رو امضا میکنه، شب به شب نمیدونم رئیس کل روزخانها میشینه با آقا امام زمان به قول خودش خلوت میکنه. ببینید با یک زن بیپناهی که در اختیارشونه تو زندان چه رفتار ددمنشانه میکنن. عمیانان گرامی، تجاوبر نیست؟ یکی از این اراذل اوباش، یکی از این روزخانه‌ها به اسم آقای مروی گویا دیروز اراجیفی رو سرهم کرده در بوشه و گفته اگر روحانیت نبود دین از بین رفته بود. این از تصدق سر روحانیت بود که اسلام در ایران دوام پیدا کرد و خداوند سایه خودش، مردک آخونده، خدا سایه روحانیت از سر مردم ایران کم نکنه. ببینید این اراجیفی که اینا سر هم میکنن حیرت آور. عمیانان گرامی، دیروز زریحی که ساختن برای امام حسین قرار از چند استان ایران عبور بکنه، از دسپول عبور میکرده، مدارس، اداره همه رو تعطیل کردن برای اینکه زریح از خیابانها عبور کنه. ببینید برای ساخت این زریح که نصب میشه در حرم امام حسین چه موادی به کار رفته. عمیانان گرامی توجه کنید، در ساخت جدیدترین زریح مقدار 118 کیلوگرم طلای 118 کیلو و 150 گرم طلای 24 عیار، 4600 کیلوگرم نقره، یعنی
600 کیلوگرم نقره، 700 کیلوگرم مس، 5350 کیلوگرم چوب، چوب گران قیمت که 700 کیلوگرم آن چوب تزیینی است، 100 کیلوگرم آهن آلات و 250 کیلوگرم میخ استیل به کار برده شده. این جالبه. نماینده اوقاف که معاون نمیدونم اداره اوقافه، همین چندی قبل من در برنامه هم گفتم، گفته این ذریع در حالی که تو کارخانه داشتن روش کار میکردن تابه‌ها ده ها نفر رو شفا داده. شما همینانونی گرامی توجه بکنید، ما با چه رژیمی سر کار داریم؟ ذریعی که هنوز نصب نشده در اصطلاح در عراق، در نجف یا کربلا، در کربلا نصب نشده تو کارخانه، تا حالا 20 نفر شفا داده. دارن یه کتابی می‌نویسن راجع به شفا، کسایی که شفا پیدا کردن در کارخونه. موقعی که داشتن میخاره می‌زدن، دست کشیدن رو میخا شفا پیدا کردن. یه کور، یه شل، نمیدونم از اینا. شما توقع دارید در اون مملکت یک مش آخوند شالاتان دروغگو، یک مش اراذل اوباش که به مردم این حرفا رو میخوان جا بندازن تو سر مردم، اینا باور دارن برای اینکه اون مملکت رو آباد بکنن، باور دارن که استقلال اون مملکت رو حفظ بکنن، باور دارن که اون مملکت باید ترقی کنه و باور دارن به سیاست، اصولا سیاست حالیشونه. براتون این خبر رو میخونم. آقای رجایی خراسانی، کسی که در به نمایندگی جمهوری اسلامی، اولین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بود، یادتونی که یه بارانی هم دزدید همون موقع گرفتنش. حالا همین آقای سعیدی رجایی خراسانی حالا اومده خارج از کشور و پناهنده شد، تقریبا پناهنده نه ولی اومده اینجا، بهش هم اقامت داره، مثل ما نیست که، مثل بنده نیست که 7 سال دنبال 10 تا وکیل بدوم نمیدونم هنوزم کارم درست نشه. اینا به محض که میان تو آمریکا یا هر کشور اروپایی فوری براشون یه شغل ایجاد میکنن به عنوان استاد میهمان، اقامت دائم و نمیدونم گرین کارت و اینا میدن. حالا با ماها فقط مشکل دارن، این ادارات گرین کارت و نمیدونم ادارات خارجی برای اقامت ما، یا اون کسانی که از ایران با بدبختی فرار کرد، ولی برای اینا جا هست. ایشون گفته آمریکا با چی مذاکره کنه؟ با یه مرد ابله، منظورش آقای احمدی نژاد. میگه اصولا اینا اصلا سیاستن، سیاست مدارن، اینا از بقای خاورمیانه اصلا آگاهی دارن. ما وقتی که با آمریکا صحبت نمی کنیم و ارتباط نداریم، کشورهایی مثل ترکیه و نمیدونم کشورهای دیگه، قطر 200,000 نفری میان میشن حاکم بر سرنوشت منطقه. اینا رو همه آقای رجایی خراسانی گفته. اجازه بدیم براتون بگم. میگه خاورمیانه یک منطقه بسیار مهم است، نه تنها از نظر راهبردی و استراتژیک، بلکه از نظر فرهنگی و اقتصادی. من در اوایل دهه 70 نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتم و پیشنهاد دادم که باید به سرعت با آمریکا اختلافات حل بشه و ایشون اما اون روز نپذیرفتند. بعد هم وزرای خارجه آمریکا همیشه علاقمند بودند در همه دولت‌ها که با ایران روابط برقرار کنند. چیزی که در آن نامه با آقای خامنه‌ای گفتم این بود که آمریکا می‌داند در منطقه خاورمیانه دو قدرت وجود دارد، آمریکا و ایران. ممکن است آمریکا یک قدرت جهانی باشد، اما نمی‌تواند تمام امکانات جهانی خودش را به خاورمیانه بیاورد. وضعیت پذیرش نظامی، اقتصادی، استراتژیک و فرهنگی خاورمیانه در خلیج فارس برای آمریکا بسیار اهمیت دارد و اگر این کشور بخواهد که طرف مذاکره خیلی جدی و با ارزش در خاورمیانه انتخاب کند، قطر 200,000 نفری نیست، ترکیه هم نیست. اما چون ما با آمریکا ارتباط نداریم، آنها مجبورند نقصی را که در این منطقه دارند از طریق سرمایه گذاری در ترکیه جبران کنند. اینه دیگه، ما نمیگیم همینانی گرامی، این آقای رجایی خراسانی میگه، دومین فرستادهشون به سازمان ملل متحد. حالا از مطلب دور نشن، اجازه بدید یه فیلم قبل از شکستن اعتصاب 45 روزه
خانم نسرین ستوده که بالاخره زیر بار رفتن، مجبور کرد این زن ضعیف و جسه اینا رو مجبور کرد همیهنان گرامی که به حرفاش گوش کنن. نگاه کنید تو رو به خدا به این فیلم، به فیلم مربوط به خانم ستوده اگه باشه، اگرم نباشه که میپردازیم به یه فیلم دیگه. میخوام برای شما اجازه بدین موضوع رو تمام کنم برم روی مطلب دیگه. امیر جان میتونیم اینو پخش کنی؟ اگه نیست اشکال نداره، شما مطلب زیاده من میپردازم به مسئله دیگه. همینان گرامی، حکومت جمهوری اسلامی حکومت جهل و جنون و دروغگوییه، حکومت تظاهره. شما نگاه کنید، یک بار این فیلمو پخش کردم، عده زیادی به من ایمیل زدن، تلفن کردن، فکس زدن و خواهش کردن که دوباره این فیلمو من پخش کنم. ایام عزاداری محرم، این مدعاهای دروغگو چاقوکشه نمیدونم عضو باندهای مافیایی میان برای مردم روزخانی میکنن، ولی مطالبی رو که میخونن آهنگاییست که در لس آنجلس به قول خودشون خواننده های اینجا میخونن. دروغگویی شالاتان باز. این مرده که میبینید، این سعید حدادیان رو که اینجا ترانه های به اصطلاح لس آنجلسی رو میخونه، منتها اینا با ارکستر میخونن، اون گذشته لای قرآن دیدین که چفیه انداخته، ادای رهبر در میاره، ادای رئیس روزخانه رو، بعد لای قرآن شعرهای خانم هایده رو گذاشته، بعد میخونه اون ابله ها که اونجا اصلا گریه میکنه، میگه حالا اونا هم گریه میکنه، سینه میزنن و گریه میکنه. ذریح رو دارن میسازن، میگن ده ها نفر رو شفا داده تو کارخونه، آب ناودان میریزه رو دیوار، میگن عکس آقا امام زمان افتاده، میان دست میکشن. اینا این کارا رو کردن همینان گرام، یه عده ابله این خودشون به وجود آوردن، بعد میگه اینا مسلمانن. این چه اسلامی آخه؟ هزاران نفر مسلمان من میشناسم، آدمای عاقل فهمیده با شعور، دین خودشون رو دارن، همه ما تو خانواده هامون بودن، ولی اینا کاری کردن که مسلمان های واقعی خجالت میکشن از کار اینا، ننگ دارن بگن آه اینا مسلمونن. نگاه کنید چه رفتاری میکنن با این درابیش گنابادی، چقدر اینا رو آزار دادن. برای چی؟ برای اینکه مردم از شر اینا خودشون راحت کنن، رفتن قبول کردن که این درابیش گنابادی یه چیزایی دارن که برتر از ایناست. یا ادیان دیگه، عده زیادی باهایی شدن، عده زیادی مسیحی شدن، هر دینی که پذیرفته اینا رو به جز اسلامی که اینا خودشون میگن. اون مرده که دانشمند که فشارش بدین یک قطره دانش توش نیست، رو منبر میگه نمیخواد کسی رو شیعه کنید، برین اینا که دارن باهایی میشن و میرن نمیدونن مسیح میشن جلو اونا رو بگیرید. اینا بلای سر دین مردم آوردن که مردم رو منزجر کردن از دین. حتی امروز یکیشون به اسم حسین نقویان، کارشناس صدا و سیماست، گفته خدا پدر اون آمریکا و اسرائیل رو بیامرزه، سایه‌شون از سر ما کم نکنه، چون اگه این دو تا کشور نبود این اولیای مملکت ما این تقصیرها رو گردن کی مینداختن؟ اجازه بدین خبر بخونم. حسین نقویان یکی از کارشناسان مذهبی صدا و سیما میگوید خدا سایه آمریکا و اسرائیل را از سر ما کم نکند تا بتوانیم همه چیز را به گردن آنها بیاندازیم. به گزارش خبرگزاری دانشجو، آقای نقویان این مطلب را شامگاه دوشنبه 14 آذر در جمع گروهی از مردم کرمان بیان کرده و گفته است در طول دو ماه کشور به هم ریخت و همه مشکلات به گردن آمریکا و اسرائیل افتاد. همینان گرامی، من چندی قبل این امیر شهرتی و این بچه های فنی ما واقعا اگه نبودن، من یکی خودم رو میگم مستصل بودم، برای اینکه برنامه تلویزیونی باید یه برنامه مصور باشه، وقتی که برنامه مصور نیست هی من بشینم جلوی شما این قیافه منحوس منو باید همینطور یک ساعت تحمل بکنید، فقط حرف بزنم، میشه رادیو دیگه، رادیو تصویری. این بچه ها با همه مشکلاتی که دارن فعل بداهه، مثلا من دارم راجع به هایده صحبت میکنم، میگم آقا ترانه های نمیدونم لس آنجلسی رو این شالاتان ها، این
عرازل اوباش مداح میخوانن. فوری در عرض چند ثانیه این امیر میره اینا رو میزنه، امیر شهرتی یا سامان، سامان نصیری، حالا سامان که رفت میزنه. آقا امیر اینجا مسئول امور فنی ماست، پیدا میکنه و این برنامه ما رو مصور میکنه. و یعنی واقعا حال آدم به هم میخوره یه نفر بیاد یه ساعت فقط حرف بزنه. یه فیلمی اون روز داشتم صحبت میکردم با امیر، گفتم من یه فیلمی رو دیدم چند سال قبل، چارلتون هستون بازی میکرد و در این فیلم یه دفعه دیگه هم، حالا دو دفعه این فیلم رو من پخش کردم، ولی هر بار همه خواهش کردن بازم این فیلم رو پخش کنیم. جریانم اینه که درست مملکت ما، درست میهن ما، سه تا فضانورد آمریکایی با یه سفینه میرن به آسمان، میرن به فضا، به دلایلی ارتباط اینا با زمین قطع میشه و مدت‌های مدید اینا در فضا معلق بودن. همینطور بالاخره اونجا کوشش میکنن، سفینه‌شون میاد در یک نقطه نامعلوم فرود میاد. اینا از تو سفینه میان، میبینن اون منطقه که اومدن همش خرابه، همه چی نابوده، و همطور که راه میرفتن یه مجسمه آزادی رو میبینن، میفهمن در نیویورکن. و اینجایی که پیاده شدن نه یه کره دیگه بلکه کره زمینه. در اثر جنگ اتمی بین کشورها کره زمین نابود شده و همه چی از بین رفته، تمدن، نمیدونم، آدم ها، عده زیاد. بعد متوجه میشن که میمون ها اومدن حاکم شدن در کره زمین و این میمون ها انسان های واقعی رو میگیرن، میبرن به اسارت، کتکشون میزنن، شکنجهشون میدن، ازشون بیگاری میکشن. و یکی دو تا تو اینا که یک خوده بوی از نمیدونم حیوانی نه انسانی بردن، کمک میکنن به اینا. این فیلمو دوباره نگاه کنید هم یعنانی گرام، ببینید درست همین جریان در ایران اتفاق افتاده. یه عده میمون آمدن توی مملکت متمدن، ببینید چه بلایی سر مردم ما آوردن. صحنه‌های خیلی جالب هست تو این فیلم که من واقعا خواهش میکنم ازتون برین رو یوتیوب ببینید هم یعنانی گرام، ببینید چقدر شباهت داره به میهن ما. ببینید یک مردم متمدنی رو که سابقه 7000 سال تاریخ دارن، یه عده میمون، یه عده که از نظر شعور، ببینید مملکت ما به کجا رسیده. یه طویله داریم به اسم مجلس، یه استبل داریم به اسم ریاست جمهوری، در رسش هم یه میراخور داریم. اینا افتادن به جان هم دیگه. یه قصابخانه هم داریم به اسم قوه قضاییه و عواملش، نمیدونم نیروی انتظامی و سپاه پاسداران. اینا ببینید چه بلایی سر میهن ما، مملکت ما آوردن. زندان ها رو پر کردن از انسان های شریفی که با اینا نظر مخالف دارن، حالا وابسته هر گروه. دادگاه های فرمایشی مردم رو به جرم های احمقانه محکوم میکنن، به زندان های طولانی. سپاه پاسداران، روزخان ها، اونا مردم شریف میهن ما گرفتار اینا شدن. همیانانی گرفت. حالا طویله مجلس و استبل ریاست جمهوری افتادن به جان هم دیگه. آخه تو رو به خدا در کجای دنیا شما دیدید وزیر خارجه داره مملکت، به اصطلاح رئیس جمهور داره، وزیر داره، آقای رئیس مجلس بلند میشه به نمایندگی روزخان بزرگ، میره مسافرت میکنه، مذاکره میکنه، میگه ما قرارداد فلان میبندیم، اسلحه میدیم، اسلحه میگیریم. هیچ کجا شما در جهان دیدید مثلا رئیس مجلس سنای آمریکا یا مجلس نمایندگان بلند شه بره مسافرت به جای خانم کلینتون یا آقای اوباما بره تصمیم گیری بکنه؟ مملکت شترگاه پلنگ دیگه. این همین انان گرامی، وزیر خارجه هیچ کار است، همه کار آقای سعید جلیلیه. دولت اجازه دخالت نداره. دولت که چه عرض کنم، چون میدونن اینا هم دیگه رو شناختن. اون طویله مجلس یه عده زیادی از زندانبان‌ها و شکنجه‌گران و بازجوها توشن. خب شما میخواید چیکار کنن اینا؟ از ملت دفاع کنن؟ در حالی که نسرین ستوده داره میمیره، داشت میمرد، حتی مایعات هم بدنش قبول نمیکرد. تازه این مجلس، طویله مجلس، بعضی از نمایندگان گفتن حالا ما باید بریم رسیدگی کنیم ببینیم مشکل این خانم در چیه. ستار بهشتی رو میکشن، دادستان میگه که علائمی پیدا نکردی. اون یکی میگه که چرا، چند تا علامت تو بدنش بود. اون یکی میگه نه، اینا رو هم بندای خودش این کارو کردن.
امروز اون جانیه، سردسته جانی ها، محسنی اژه‌ای گفته ما داریم مدارک پیدا میکنیم، یه راه چیزه، یه راهه دیگه، باید تحقیق کنیم ببینیم که این جریانات یه توطئه ضد انقلاب نبوده. مادر ستار بهشتی گفته اینا من مجبور کردن که بنویسم پسرم هم تو اثر ناراحتی من. این گفته نه این کذبه، اصلا ما هم چه کاری نکردیم، ما از اون رضایت‌نامه نخواستیم. میبینید دوگویا رو؟ همیانان گرامی، من این خطابم به این ایرانی‌های خارج از کشوره. من دو هفته قبل برای کنترل معده‌ام باید 24 ساعت غذا نمیخوردم تا میتوانستن معده منو کنترل کنن با لوله. 24 ساعت من فقط غذا نخوردم، باور نمیکنید اصلا دنیا جلوی چشم سیاه شده بود. 45 روز یه زن ضعیف و جسه ولی پولاد در برابر این روزخانها و اراذل و اوباش اعتصاب قضا کرد و وادار به عقب نشینیشون کرد. اینو میگن زن ایرانی، اینو میگن خاتون ایرانی و 8 نفر از دیگر زنان میهن ما. چه کسایی همین میمونا رو وادار به تسلیم کرد و کردن. همینان ایران این طبیله مجلس قانونی گذاروندن، چون خودشون که منتخب مردم نیستن که، اینا همه نوکر اون رئیس روزخانان، ببینن اون لبخند بزنه همه قهقهه بزنن، اون اخ کنه همه اخ کنن. ببینید یه آدمی که نه مردم انتخابش کردن نه کاری هست، میگه از این به بعد هر کس راجع به انتخابات حرف بزنه خائنه. واقعا که آقای روزخانه بزرگ، عجب عجب مردم سالاری دینی پیاده کردین. به قول صمد هیچ کس نمیتونه مثل شما اینطوری مملکت اداره کنه، هیچ کس. این مملکت درست کردین، درست تو بدبختی و بیچارگی مردم. میگن ما یه پهباد دیگه آمریکایی رو فرود آوردیم، بعد اونا میگن آقا اینا دروغ میگن. مردم در فقر و بیچارگی 2 روز تعطیل کردن، وزیر بهداشتشون میگه که هوای تهران خرابه، میتونید برید از تهران مسافرت کنید تا هوا بهتر بشه. مملکت ببینید چی کار کردن، 14 میلیون رو چپوندن تو تهران. هر کاری شما دارین از شهرستان باید بیان تهران انجام بدید. 14 میلیون 15 میلیون رو چپوندن تو تهران، هی برداشتن به قول خودشون برج ساختن جلوی هوا رو گرفتن، بعدم هی اتومبیل ریختن تو خیابونا بدون اینکه این اتومبیل ها تحت کنترل بهداشتی باشه. امروز یه حرف قشنگی من شنیدم از آقای حجازی خودمون، میگفت من چند سال قبل که آمدم به لس آنجلس همین بساط تو لس آنجلس بود، هر روز اعلام کردن که امروز به دلیل هوای آلوده مردم نیان از خونه هاشون بیرون اگر میتونن. الان شما تو لس آنجلس راه میرید با این همه اتومبیل، فقط از یکی از اتوبان‌هایی که از لس آنجلس عبور میکنه بیشترین اتومبیل‌های دنیا از این اتوبان عبور میکنه، از این فریوی. هوای اینجا آلوده نیست، هوا قابل استشمامه، اصلا هوا درسته. برای چی؟ برای اینکه مبارزه کردن، نوع بنزینی که انتخاب کردن، نمیدونم درهکاری‌هایی که در اطراف شهر کردن، جاده‌هایی رو که مرتباً دارن عریض می‌کنن بر تعداد درخت‌ها. اینه، در همه جای دنیا دارن این کار می‌کنن. مال ما رو نگاه کنید، خود شهرداری یهو در عرض یک 10,000 تا درخت رو تبر می‌زنه بهش، برای اینکه سرداران دزد سپاه پاسداران یا اطرافیان روزخانه‌ها بتونن زمیناشون رو آباد کنن. اینقدر وضع خطرناکه، 10 نفر سکته کردن. بعد برای انتقام گرفتن از زنان میهن ما، همیهنان گرامی، همین آدمایی مثل نسرین ستوده، مثل زنای قهرمان ما که تو زندان ها اعتصاب قضا کردن 8 تاشون و هزاران زن ایرانی که در برابر اینا ایستادگی کردن، اومدن قانون گذرنامه درست کردن و شرایط گرفتن گذرنامه رو تغییر. شما همیهنان گرامی در هیچ کجای دنیا دیدید
نمایندگان زن یه مجلسی بیان بر علیه قوانین، قوانینی که به نفع زنانه، اون قوانین رو بردن به نفع مردان راجبش سخنرانی کنن و رأی بدن. در طبیله مجلس شورای اسلامی این واقع اتفاق نفت. این حاج خانوما از منافع مردان دفاع میکنن و منافع زنان رو کم میکنن، کم و کم و کمتر. بعضی هاشون از صیغه دفاع میکنن، از چند زن تعدد زوجات دفاع میکنن، از این که خانوم ها باید تحت کنترل بیشتری باشن دفاع میکنن. همین هاش خانوم ها که معلوم نیست چی هن اینا، اسم زنان نمیدونم زنانی که از طرف خانوم ها انتخاب شده، اینا همه جور جنسی دارن در توبلشون. همین هاش خانوم هایی که معلوم نیست از کجا آمدن، اصلا کسی اینا رو نمیشناسه، مثل اون سایر گاف هایی که به اسم نماینده و مردم اومدن نشستن تون طبیله. خب وقتی که مملکتی آقای احمدی نژاد میشه رئیس جمهورش با نمیدونم یه ترفند و شامورتی بازی، رهبری و یه آدم ناشناخته میاد خواب نما شدن آقای احمد خمینی و رفسنجانی یه میشه رهبر یه مملکت بدون مسئولیت، بدون انتخاب، با یه حقه بازی، شما میخواید مملکت بهتر از این باشه؟ حالا همون حقه بازی ها یقه خود آقای رفسنجانی رو گرفت، پسرش رو گرفتن بردن توی اوین، دخترش هم زندانیه، حتی هم دختره واقعا تو اینا یه شخصیت خیلی استثنائیه خانم فائزه، حد اقل تو این جریان اعتصاب زنان میانه ما هم تو زندان با اینا همیاری داشت. حالا پسر آقای هاشمی رو گرفتن، دارن پرونده برش درست میکنن، دو سه نفر هم گرفتن، روزنامه ها اعلام کردن، این دادستان قلابی و جانی محسنی اژه‌ای هم گفته بله ما مدارکی داریم پیدا میکنیم که اون فتنه سال 88 یه عده از جمله آقای مهدی هاشمی درش دست داشتن. اینا هم میهنان گرامی همون بازی هاست که زمان رفسنجانی خود این مردک در میآورد سر میهن پرستان، یادتونه؟ فرج سرکوهی رو گرفته بودن، میگو بله ایشون داره در نمیدونم قرقیزستان، قزاقستان، در آلمان بوده، در اینجا میچرخه. همون موقع خود مردک میدونست که فرج سرکوهی تو زندان زیر شکنجه است، مصاحبه میکرد، فلاحیان هم گذاشته بود وزیر اطلاعات، بیشترین جنایات رو انجام میداد. مهندس صحابی و یه عده که بر علیهش اعلامیه داده بودن به شدیدترین نحو ممکن اینا رو شکنجه کردن به دستور آقای رفسنجانی. تمام روزنامه ها رو توقیف کرده بودن. حالا این آدم هم آزادی خواه شده، هم از انتخابات آزاد صحبت میکنه، هم همون بلاهایی که سر بچه های ما آورد سر بچه های خودش آوردن. حالا میگه بچه های من هم مثل بچه های بقیه ملت هن. آقای رفسنجانی حالا دوزاریتون افتاده، دسته دسته بچه های ما رو با عقاید مختلف متجاوز زد بالا از 5,000 تا 10,000 نفر با یه فرمان سه خطی اون رئیس روزخانه های قبلی، انسان های شریف دگرندی شاید بچه های 12 ساله تا پیرمرد 75 ساله و 80 ساله رو اعدام کردید، یادتونه؟ حالا همه تون یادتون افتاده که آزادی خواه دیگه طوری شده بود که آقای خلخالی هم آزادی خواه شده بود، همطور که آقای موسوی تبریزی الان جزء آزادی خواهان شده، اون مردک جانی که رئیس دادگاه سینما رکس آبادان شده بود. اینه همه انان گرام در حکومت شترگاه پلنگ، حکومت جانی ها، روزخان ها، ارازل و باش، همه اینا طبیعیه. آقای نقدی که چادر شب میندازه جای چپی دیگه روشونش، این میشه فرمانده بسیج، معاون سپاه. آقای جعفری چاوکش معروف قبلی یا محسن رضایی، همه اینا، اینا میشن رجال مملکت. حاج قاسمی میشه ایدئولوگشون، همونطور که اون مردک که عباسی دکترین می نویسه به قول خودش، کارگردانشون هم مسعود دهنمکی و همین ارازل و باشن سلحشور و بعد چهرهایی مثل جعفر پناهی و نمیدونم اینا، باید همه تو خونه بشینن زیاد زندان. حاج خانوما نماینده مجلس، یک
شخصیت بین المللی مثل نسرین ستوده تو زندان به بچه هاشم فشار بیاره. اینه میهن آگر، این سرنوشت میهن ماست. اما شما مطمئن باشید همیهنانی گرام، من اطمینان دارم، اطمینان دارم که اون روزی که اینا هر کدومشون برای فرار از دست مردم عقب سوراخ موش میگردن به زودی میرسه. همیهنانی گرام میبینیم اون روزا رو، 7000 سال تاریخ ما از این چیزا زیاد دیده. این مردم ایرانن، این ملت ایرانن که میمونن. اینا یه پرانتزن به قول شاه زبان بختیار. به زودی خواهیم دید همیهنانی گرام، همین کسایی که جای پای رهبر رو میلیسن و ماش میکنن و هی از اوی چهره عجیب و غریب میسازن که با آقای امام زمان تلگرافی صحبت میکنه و نمیدونم یه آدمیست که نمیدونم شب نون خوش میخوره، از این عراجیفی که فقط خودشون باور داره. دیگه کار به کجا رسته که امام جمعه ابرقو راجع به معجزات رئیس روزخانه ها بحث میکنه؟ مردم که میدونه اینا دروغ میگن، همیهنانی گرامی همه میشناسن اینا رو. و چقدر خوب شد با همه صدمات که ملت ما دید، با همه بدبختی هایی که برای میهن ما به وجود اومد، مردم ما این آدمایی رو که باید 500 سال 400 سال طول میکشید بشناسن در عرض 33 سال شناختن. تموم شد دوره اینا دیگه، تموم شد. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید همیهنانی گرام. تا برنامه فردا خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.